خب سلام جادی هم و بیایم سوال های مصاحبه ای رو ادامه بدیم شاید کم کم استخدام شیم ولی سعی میکنیم اریا رو دیگه تموم کنیم داشیم ایزیا رو حل میکنیم چند تا مونده یک دو سه چهار تا رومن تو این ای, ای. گفتم شماره سوال بدم شماره نداره سوالا که داره نمیدونم به هر حال رومن تو اینتجر این سوال کلاسیکیه اعداد رومی رو بلدیم دیگه که رو ساعت ها نوشته که چی شد چیکار میکنه اد بلاک پلاس یه چیزی شد اعداد رومی رو بلدین میگه. روی ساعت ها نوشته این میشه یک این میشه دو این میشه سه به اندازه کافی این میتونه بشه چهار کسی مشکلی باش نداره ولی چون این میشه پنج شما اگر یه چیزی رو سمت چپ اون بنویسین کوچیکش میکنه این اگه بنویسین یک پنج در واقع نوشتین چهار و بقیه یه چیز اگه بخوایم پنجو رو که بلدین شیش و الان بلدین سمت راستش بنویسین بزرگش میکنه هفت اینجوری میشه 8 حالا میتونه اینجوری بشه با این نشونش بدیم یا بگیم ده منفی دو و چیزهای مختلف پس داره چقدر پیچیده بخوام بنویسن میگه اعداد رومی با هفتا تا سیمبل دیده میشن آی وی ایکس ال سی دی سیمبول هم I آی یکه وی پنجه ایکس دهه ال پنجاه سی سده دی 500 M هزاره یعنی اگه میخوایم بگین 555 میگین که 555 خیلی بیمزه شد اگه بخوایم بگیم 700 میگین D C C بهش اضافه میکنین این شد 700 755 و 7 مثلا اینجوری میتونیم برین جلو چی دوست دارین درست کنیم 500 به علاوه این به علاوه این به علاوه این, به علاوه این. خب کار آسونیه ولی چون بعضی موقع میرن سمت چپ مسئله میتونه سخت بشه جاوا اسکریپت بودیم چون سخته <تصفح> میریم زبونی که بلدیم که پایتون سست میگه برای مثال دو به این شکل نوشته میشه اینجوری نوشته میشه گفته که رومن نمبرز آره یوزولی ریتن لارجست تو سمالست آره میگه میتونیم چهار اینجوری بنویسیم خب اینم محدودش کرده آی کن بی پلیس آره دیگه میگه ما اینا رو داریم میگه ما سیکس حالت داریم شیش حالت داریم که منفی رو استفاده میکنیم آی اگر سمت چپ این بیاد چهار رو میسازه اگر سمت ده بیاد نه رو میسازه یعنی در از های عجیب غریب استفاده نمیکنه برای هشت میگه من اینجوری ندارم هشتم رو مینویسم پنج یک دو سه میگه که من شیش حالت فقط میدونم برای حالتهای خاص یکیش اینه که کنار پنج و ده یه دونه یک بذارم چهار و نه رو بسازم ده رو بذارم کنار پنجاه و صد و در نتیجه چهل و نود رو بسازم سی رو که صده بذارم کنار دی و ام و فلان و بهمان رو بسازم چهار صد و نه صد رو بسازم حالا میگه ما یه استرینگ داریم برابر رومنش رو به من بدیم برخلاف روش درست کامل نخوندم چون خیلی دراز بود و شروع کردم حرف زدن پس ما می نویسیمش خب ایده من چیه؟ ایده من اینه که یه دونه جدول درست کنم از این تغییرات یه استرینگ هم دارم که توش یه سری از این علامت ها هست تو جدول پیش برم هر کدوم از اینها رو که دیدم جمع بزنم با نامبرم دیگه نامبرم اول صفر یعنی یه نامبر صفر بگیرم بیام جلو دائما هر کدوم از اینها رو دیدم نامبرم رو جمع بزنم برم بعدی این بیس کار رو حل میکنه شش حالت خاصم دارم که میتونم اونا رو اضافه کنم یعنی بگم اگه به این رسیدی اگر به این ترکیبم دیدی یعنی یه جایی بودی که با بعدیش این میشد این کارو بکن اگه به یه جایی رسیدی که با این این میشد این کارو بکن و غیره و غیره در اصل من اینها رو در یک دیکشنری میخوام اگه توی ادیتور خوب بودیم مثل وی آی مثلا این خیلی راحت بود ریپلیس کردن هر کاراکتر دورش گیومه بذار و غیره اینجا میتونیم مثل نینجا های کیبورد باز اینجوری بریم جلو دو انگشتی بریم جلو اینجا هم یه سری از اینا می‌خوایم در نتیجه میام اینجوری با بدبختی و فلاکت درستش کردیم اینجا هم یه سری کاما میخوایم دیگه درسته عالی خیلی هم قشنگ معنی چنین چیزی دارم من میتونم بگم که کانورشن من تغییرات من یه دیکشنری شامل این و بعد بیام اون یکیارم هم بهش اضافه کنم تازه یعنی تا اینجاست میگه شیش حالت دیگه هم داره من میتونم بگم آی هر وقت دی برابر چهاره زشت مینویسمش. IX برابر نوه بعدش چیه XL X large نیست برابر چهله L چون پنجاهه و اینا رو دو تا دو تا بینیسم که آسو قشنگ تر بشه XC که C میشه 100 این برابر 90 و اضافه کنم که آخریش CD میشه 400 CM میشه 900 من دیکشنری دارم که همه اینها رو توضیح میده اگه می‌خواستیم این مسابقه برنامه نویسی ببخشید مصاحبه برنامه نویسی اینا رو اینجوری میکردیم که طرف احساس کنه شما چقدر خوش مینویسین می‌نویسین آقا بیاین شرکت ما کار کنین اگر آقا بودیم خب من دیکشنری دارم که اینا رو انجام میده اسم استرینگ هم چی بود اس بود دیگه الان خیلی کارم آسونه حالتی که اینا رو در نظر نگیریم من میتونستم بنویسم فور اس این ببخشید فور کاراکتر این اس که میدونیم یکی یکی توشون میره جلو اولش هم بگم انسر مساوی صفره بگم یکی یکی تو اینا بیا جلو انسر رو جمع بزن با اسم چی گفت بودم کانورشن کانورشن تبدیل کاراکتره برانچه اگر اولش آی بود یکو اضافه میکنه بعد میاد جلو حالا پیچیدگی من کجاست بعضی از اینا دو حرفی هست پس من میتونم اینجا چک کنم یه دونه کوچولو حتی آه پس اینجا دیگه توی سی خوب نیست برم جلو من میتونم تو آی برم جلو الان برام هم کار میکنه روی غیر دو حرفی ها. یعنی من میگم که بیا جلو یکی یکی این کاراکترهایی که میبینی رو نگاه کن از تو کانورشن برابریش چنده اینجا جمعش بزن دائما با نام به. ولی من میتونم بگم به جای این کار ایندکس رو حرکت بده آی رو تا این آخر حتی میتونم بگم ایندکس رو حرکت بده تا وقتی که ایندکس من کوچیکتر از طول استرینگم هم. اس همه اینا بود دیگه این در واقع طولش میشه آی از صفر بیا جلو هر دفعه بگم اگر استرینگ اون آی نگاهش کن توی کانورشن و تبدیلش کن میتونم یه خوردم بهش بگم اگه آی و بعدیش تو کانورشن بود تبدیل کن به آی یکی اضافه کن پس اگر این دوتا تو کانورشن بودن مثلا سی دی بودن اضافه کن به نامبر به پر رو بعدیش در غیر این صورت خود آی رو اضافه کن مطمئنیم یکیشون هست دیگه این شیوه تمیزیه پس من میگم که ایندکس هم مساوی صفره تا وقتی که ایندکس هم از لن اس درسته حرکت کن. if حالا باید بگم استرینگ چی میشه خود آی تا آی به علاوه یک یعنی صفر تا یک و بگم به علاوه دو چون میدونیم که عضوش رو حساب نمیکنه اگر من بگم اسم اینه و بگم از صفر تا یک رو به من بده در واقع فقط صفر رو میده چون خود این توش نیست من بگم از صفر تا دو رو به من بده پس من میگم اگر این تا این در Conversion بود این آخرش ممکنه بپره بیرون ارور بده و اینها حالا میتونیم تست کنیم ولی بگیم اگه این تا این توی کانورشن بود انسر مساویه با کانورشن این اون دو کاراکتر این کاراکتر و بعدش چک میکنم اگر الان مثلا رسیدم به آی اگر آی و بود اگر آی و نبود که هیچ else در غیر این صورت یعنی اون نبود من مطمئنم که ان اینجا میتونم بگم آی به علاوه مساوی یک یکی به آی اضافه کن چون بعدا یکی دیگه هم اضافه میکنم میتونم بگم دوتا اضافه کن تر تمیزتر. چون دوتا پریدم دیگه در غیر این صورت انسر به علاوه مساوی با کانورشن اس آی دقیقا همون آی مساوی آی به علاوه یک که مساوی ای. این ممکنه تو آخریه به مشکل بخوره ولی بیا یه تستی بکنیم حالا که اینجاییم به خاطر اینکه ببینید چی میشه cannot access local variable conversion این واقعا کار مسخره ای بود اسمشو خیلی گنده گذاشتم conversion 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 conversion, conversion. Converse you. Can I take a look at I bobo? Inchidge. Hup. None is not a valid value for the expected return type integer. آره بعدش هم باید یه چیزی برگردونیم دیگه خیلی زایه این باید <applause> <applause> رید تو اون وایلمون بوده درسته وقتی کار تموم میشه ما جواب رو برمیگیم بزن بریم برای این درست کار کرده برای اینم درست کار کرده میدونی خیلی تسته آه این هم درست کار کرده چهار توش بوده پس در نشه برنامه درسته میتونیم ساب میتش کنیم ببینیم چی میشه من یه بخش از حواسم نمیدونم کجاست اینجا این و برنامه حل شده این راه حل بامزه و قشنگی بود یه بخش از حواسم اینجا بودتون فکر می‌کردم یه راه حل بامزه پایتونی اگر دارین مینویسین اینه که این چهار رو داشته باشین توی دونه replace تو پایتون میتونین ریپلیس کنین توی دونه استرینگتون این مجموعه چیزها رو با این مجموعه چیزها و بگین من آی وی رو عوض میکنم با وی آی, آی 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 در واقع کی؟, کی؟ نه با آی آی, آی 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 در واقع من این چهار مدل عجیب و با چهار خیلی بیسوادی عوض کردم بعد بگین من آی ایکس رو با نه عوض میکنم در نشه من با وی یک دو سه چهار عوض میکنم هر کدومش میتونیم با اون یکی عوض کنیم سی ام رو میتونستین بگین من سی ام رو هم عوض کن با 900 حتی میتونستین نه بهتره دیگه آره میتونستین بگین سی ام رو با 900 عوض کن که میشه در واقع سی نه میشه دی نه میشه ام میشه هزار نه اگه بخوایم بنویسیم باید بنویسیم 500 که در واقع دیه و بعد نمیدونم بعدش سی بذارین آن آره درسته یک دو آم هم نه بنویسم دیه آره اینجوریه فکر کنم <applause> برحال اینها رو برم ریپلیس کنیم بعد الگوریتم سادتون رو ران کنیم اون هم میتونست سرراست تر باشه ولی اون خیلی پایتونی تر بود این توی خیلی چیزهای جالب تری جواب میده شامل سی و غیره یعنی منطق رو ما از هیچ فیچر خاص زبانی استفاده نکردیم یه اسلایس اینجا کرد. خلاصه راه حل ای بود خندون باشین